وطندارای عزیز، سلامتی خداوند پادشاه سلامتی عیسی مسیح کت شما باشد. در هر جایی که هستیم خدا را شکر می کنیم بر یک روز دیگه، یک موقع دیگه که خداوند بر ما عطا کرده تا که ما بر روی از این زمین نفس زندگی را داشته باشیم. ای از رحمت های بی پایان خداست. کلام خدا بر ما میگه در کتاب نوحه که رحمت خداوند هر صبح برای ما انسان ها تازه میشه، تجدید میشه. رحمت خداوند یعنی مواقعی که خداوند برای ما فراهم میکنه. خدا هر روز برای ما یک موقع دیگه فراهم میکنه، یک بار دیگه برای ما او اجازه میده که ما نفس زندگی را در روی ازی زمین داشته باشیم، نمریم، تا که ما او را جلال بتیم، تا که ما به او برگردیم، تا که ما کتزو ریاض و نیاز کنیم، تا که ما از او بطلبیم. خداوند هیچ وقت هیچ چیز بده بر انسان نمیخواید. و خداوند همچنین ضرب سوته، ضرب تفنگ، ضرب توپ و تیاره و یا امو قسمی که در وطن ما شما میگه ضرب گرز، هیچ چیز بزور برای ما هم نمیته. خدا برای انسان ها شخصا فردن فرد اختیار داده که انسان به او برگرده. یعنی خداوند انسان دیگر مقرر نمی کنه که بزور کس دیگر به طرف از او راغب کنه، بلکه خدا برای ما نفس زندگی را از این خاطر میته، رحمت خدا از این خاطر تجدید میکنه، ای برکت از این خاطر برای ما میته، فیض خدا از این خاطر برای ما جاری میکنه، محبتش از این خاطر برای ما بسیار زیاد است. او میخواه که ما شخصا بدون زور، بدون تحمیل از طرف کدام شخص دیگه، شخص سیومی، بدون کدام تحمیل ما به او برگردیم و بیاییم پیش خداوند. او تحفه خدا برای ما میته، تحفه حیات ابدی را برای ما میته، او نجات برای ما آماده ساخته. فقط خدا میخواهد که ما گیرنده از این تحفه باشیم. اگر کسی برای ما تحفه میته، اگر ما این تحفه را میگیریم، وقتی تحفه از ما میشه. اگر ما این تحفه را نمیگیریم، این تحفه از ما نمیشه. به همون ترتیب خدا هرگز زور نمیاره. خدا تحفه خدا برای ما میته، خدا نصیحت برای ما میکنه، مثل یک پدر بسیار مهربان. او در کلام خود میگه، در عهد عتیق میگه، میگه من زمین و آسمان پیش روی تان امروز به حیث شاهد میارم. یعنی او خلقت خدا، کائنات خدا به طور شاهد میاره، میگه که امروز متوجه باشین که من پیش شما دو راه را قرار میتم، یک راه زندگی است، دیگهش مرگ است. زندگی راه برکت است و مرگ راه لعنت است. و اما او به حیث پدر مهربان حکم از او برای ما است که ما زندگی را خوش بکنیم، تا که ما و از پشت ما کسی که میاد فرزندای ما زندگی داشته باشند. عیسی مسیح بسیار واضح میکنه، او میگه که من نور از این دنیا هستم. او میگه من نور از این دنیا هستم. کسی که از پشت ما بیاید و نور زندگی را می داشته باشند. چی را؟ نور زندگی را می داشته باشند. اگر کسی از پشت ما بیاید، او نمیگه که الا بیاین از پشت ما فورا، اگر نه که یه نمکت سوتا برتان می سوتا در دستم است. بله، او روز سوتا می آید، یک روز سوتا هم آمدنیست. آلیست که خداوند در زمان فیض خود برای ما، او ما را دعوت میکنه که به خانه ابدیش برسیم. و اما یک روز این دروازه بسته میشه، مسدود میشه، یک روزی دروازه بسته میشه. او وقت قضاوت خدا میایه. او وقت دیگه ما نمیتونیم که بگوییم که مرم اجازه بده که در خانیت بهم میگه که من اجازه را بردادم، من توفه را بردادم، تو رد کردی. کسایی که رد نکد و فرزندای ما هستن و در خانه ما میاین، من و شما تمامی ما هر کسی را در خانه خود اجازه نمیتیم. اگر ما کسی را فرزندی میگیریم، اگر ما کسی را فرزندی میگیریم، مثلا در آمریکا اینجا قانون است، ما کاغذهای بسیار زیاد خانه پوری میکنیم، وکیل میگیریم و بسیار از مشکلات زیاد ما میگذاریم، چرا که
اصولی که در این کشور هست، قوانینی که در این کشور هست، میخواهد که فرزند را که ما فرزندی میگیریم باید تضمین شود که صحت از او کسی که ما فرزندی میگیریم تضمین شده است. خب این قانون بشری است. و اما وقتی که ما او شخص به فرزندی میگیریم، پدر و مادری از او شخص اگر زنده باشد، دیگه او حق نداره به او فرزند، دیگه او فرزند ما میشه. در کلام خدا بسیار واضح است که کسانی که پیرو عیسی مسیح نیستند و فرزندای خدا نیستند و فرزندای تاریکی هستند. و اما عیسی مسیح با خون خود، یعنی بسیار مشکلتر به نسبت قوانین آمریکا و اروپا که ما کسی را فرزندی میگیریم، کاغذانش را میکنیم، وکیل میگیریم، عیسی مسیح خودش وکیل ما میشه و او به خاطر از این وکالت حتی جان خود فدا میکنه بر صلیب. او جان خود فدا میکنه تا که ما را به فرزندی خود بگیره. دیگه حق نداره پدر و مادر تاریکی ما، گناه دیگه حق نداره، شیاطین دیگه حق نداره و زور نمی داشته باشن، زور نمی تانه داشته باشن برخلاف خدا. ما در دستهای خدا محفوظ میشیم. به همون ترتیبی که پدر مادری که به فرزندی میته در این کشور مطابق قانون از کشور دیگه دستخط میشه، نوشته میشه که دیگه حق نداری سر از فرزندت، او دیگه فرزند من میباشه، او فرزند من میباشه. خدا دروازه فرزندی را امروز برای شما دوستای عزیز ما گشاده، او واز کرده، او با آغوش واز بسیار واضح میگه ای تمامی کسایی که زیر بار گرنگ هستین و زحمت میکشین، پیش ما بیاین، ما برای شما آرامش میتوم، از ما تعلیم بگیرین، چون که من نرم دل هستم و جانهای شما راحتی میبخشه. چرا که پالان ما، او میگه پالان ما بسیار سبوک است، بار ما بسیار سبوک است و جانهای شما آرامی میافه. عیسی مسیح میگه متوجه باش، بارتان ما میوردارم، شما فقط ایمان بیارین، شما فقط ایمان بیارین. امو سرود فارسیس میگه ای ساکه نان ربع مسکون، مسیح را بنگرید با شکوه و جلال، میآید تا ما را نیز برد به جایگاه آسمانی پدر. یک روز مسیح برمیگرده، یک روز او برمیگرده و دروازه بسته میشه، دروازه نجات بسته میشه. و اما پیش از اینکه دروازه نجات بسته شه و خداوند میگه، میگه ما برای شما اختیار دادیم که مرا رد بکنین و یا قبول بکنین. اگر قبول بکنین شما در خانه آسمانی ما، در خانه پدر ما، در خانه ابدی ما داخل میشین و فرزندای ما میشین و در جلال ما شریک میشین. نزد من آیید گران باران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. آرامی که هیچ کس دیگه برای ما وعده داده نمیتونه، هیچ امکان نداره که سلامتی را که عیسی مسیح میده کس دیگه داده بتونه. مگه من راه و راستی و حیات هستم، من منبع شادی الهی هستم. عیسی مسیح یگانه راهی است برای بشر، یگانه راهی است که او که از طریق از او ما میتونیم نجات بیافیم و در خانه خدا داخل شویم. ای ساکه نان رب مسکون، مسیح را بنگرید با شکوه و جلال، میآید تا ما را نیز برد به جایگاه آسمانی پدر. نزد من آیید گران باران، من خود شما را آرامی خواهم بخشید. من راه و راستی و حیات هستم، منبع شادی یه الهی هستم. او یگانه منبع شادی الهی است، به جز عیسی مسیح دیگه هیچ راه، هیچ چاره وجود نداره. او یگانه چارگر ماست و او شما دعوت میکنه که پیش از او بیاین تا که او ای آرامش برای شما بده، او ای آرامش واقعی را میتونه برای شما بده.
ما دعا میکنیم امروز خداوند وقتی که ما کلامش میشنویم خداوند در قلب ما کلام خود بکاره تا که این ثمر بیاره و این ثمر باعث نجات ما باعث جلال خدا شود. ای خداوند عزیز تو را شکر میکنیم که تو خدای محبت هستی، تو را جلال میتیم و خداوند تو را برکت میتیم، تمامی جلال بر تو باد. خدایا دعا میکنیم برای وطن عزیز ما افغانستان که تو رحم کو بالای مردم ما. شکر میکنیم بر رئیس جمهور نو، برای صدر اعظم نو و برای خانواده ایشان شکر میکنیم. خدایا تو یاره خرد، فهم و حکمت ببخش که مردم ما سلامتی ببینه و خداوندی عزیز. خدایا برکت بده مردم ایرانه. خدایا بنده های تو، خادمین تو که در زندان هستند اوجا، واره خداوند استفاده بکو و بالای از وار رحم بکو خداوند. بالای مردم ایران رحم کو که به تو برگردن و خداوند برخلاف تو نجنگن. مردم تاجکستان به دست تو میسپاریم به همین ترتیب خداوند. تمام مردم دنیا را به نام مقدس عیسی مسیح خداوند. آمین. آمین. موضوع امروز ماست عیسی مسیح. عیسی مسیح یگانه امید بشر، یگانه چارگر بشر. اینمی موضوع امروز ماست. و پیش از اینکه از کلام خدا ما شروع کنم، وطنداری عزیز ما بصیر جان تلفن کردن، از راه دور تلفنشان میگیریم. بصیر جان وطنداری عزیز ما مانده نباشی، بسیار تشکر از تلفنتان، بفرمایین. سلامت باشین، جور باشین. ما یک هفته قبل تلفن کرده بودیم، شخص خود که کار داشتیم. من در ارتباط عزیز میشنوین؟ بله بله بله، بفرمایین. در ارتباط عزیز که من همراهی همزو خانمی که حرف زدیم، همین نمایندگی شما در افغانستان در کجا هست؟ آیا ما با کدام مشکلی مواجه شویم؟ با از کدام طریق مشکل خود حل بسازیم؟ بصیر جان بسیار تشکر، بسیار تشکر بصیر جان از سوالتان. و ما در افغانستان نمایندگی متاسفانه نداریم، و اما در افغانستان مومین است. متاسفانه ما کسی را همچنین آدرس داده نمیتونیم، و اما مستقیما کت شما میتونیم همیشه رابطه بگیریم. من خواهش میکنم شماره تلفن شخصی مرا نوت بکنین و شماره شخصی می نیست. اگر شما می خواهید بعد از برنامه صحبت بکنید در این مورد، من می تونم زیادتر واضح‌تر صحبت بکنم، چون مسئله افغانستانی تو از وطنداری عزیز ما که برای مسیحی ها بسیار مشکل است اوجا که ما واضح بکنیم که کی در کجاست، چطور است و غیره. این بسیار سخت گپ است، و اما من می تونم شخصا با شما صحبت بکنم. اگر شما سوالی دارین شخصا من می تونم که شما صحبت بکنم، بسیار خوشم میشم. شماره ما 901 313 44 51. حسین جان یک دقیقه ما را اجازه بیتی؟ بله. خب چند است؟ کود امریکا را خو میفهم این 001 است. باز بعد از اون شخصی خرید؟ باز بعد از اون 901 یعنی 901 313 44 51. اینا باز من تکرار میکنم برای شما، سر از نو تکرار میکنم. بله. 001 901. بله. 313 44 51. بله. تشکر حسین جان. تشکر از شما. تشکر. خداوند شما را برکت بده. بصیر جان حتما صحبت میکنیم. خداوند حافظتان. گوش تو خواه؟ بله. میشنوین؟ بله بله میشنوم، من اوزم میشنوم. بله. سفر سفر یک. بله. Hello. بله. سفر سفر یک. 901. سفر یک. 901. 313. 901. 313. 44. 51. 51. بله. هر وقتی که ما انشالله در تماشیم خوشما انشالله حاضر هستیم. اگر من مصروف نبودم، اگر در خواب نبودم، اگر کسی دیگه صحبت نمی کدوم، حتما کتان صحبت می کنم. بله. تشکر وطنداری عزیز. تشکر شما وطنداری عزیز من. خداوند برکتتان بده.
باشین، سلامت باشین. تشکر. تشکر. و انشالله زود زود در تماس میشیم که اینجا مشکلات زیاد است. مشکلات همه ما داریم، بله حتما. اگر ما بتانم که جای، اگر ما بتانم که مشکلاتتان در مورد اگر کتاب مقدس و یا سوالی است، ما خوش میشم که این چیزها را برتان جواب بتم. وطندار عزیز من، مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. هلو. هلو، سلام. سلام، بفرمایین، خودم معرفی کنین، شما کی هستین؟ بله، اسمتان چیست؟ من بهزاد. بهزاد؟ بله. بهزاد جان، مانده نباشی، وطندار عزیز من، بسیار تشکر از تلفنتان، بفرمایین، روی خط هستین. قربان شما. شما خیلی داشته از اینگر گفتم شما هم داشته باشم. بله؟ گفتم شما هم داشته باشم، شاید چیزی باستم بیشم بپرسم. بسیار خوب. شما همین شماره ما رو که الان گرفتین، این می شماره ایم است. خیلی خوشحال میشم که اینجوری درباره عظمت خداوند دارید صحبت میکنید و اینکه خدا با این زیبایی سخن میگید. خدا، این تمام از فیض خداست بهزاد جان. تمام دنیا داره دعا میکنه، واسه افغان، واسه ایرانی، واسه تاجیک. من خیلی خوشحال میشم، انصافا لذت میبرم، برم از نوبت لذت میبرم. فیض خدا با شما باشه. بسیار تشکر. با شما هم برادر عزیز ما، خداوند شما را برکت بده. تشکر از تشویقتان، خداوند پشت و پناهتان باشه. بسیار تشکر از تلفنتان. خیلی خدا با شما، برادر عزیز، خدا حافظ. خدا حافظتان، بسیار تشکر. خدا را شکر میکنیم بر بهزاد جان. بهزاد جان برنامه را میبینه و لذت میبره و خدا را شکر میکنیم که برکت میگیره و ما شما را تشویق میکنیم که همیشه ببینیم یگانه کار ما اینمیست که از کلام خدا برای وطندارای عزیز ما بخش بکنیم. پس میاییم روی موضوع امروز. امروز ما در مورد چیز بسیار مهم که عیسی مسیح واقعا یگانه امید بشر است صحبت میکنیم. تلفن دیگه آمد. وطندار عزیز، مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. هلو. هلو. متاسفانه جواب نمیده. هلو. به هر حال عیسی مسیح واقعا یگانه امید بشر است. در کلام مقدس خدا ما شما خواهش میکنم اگر شما لطف کرده رساله رومیان فصل 3 را بگیرین و در فصل 3 کلام فصل 3 رساله رومیان در کلام مقدس خدا ما در مورد مشکل اساسی انسان مطالعه میکنیم. در اینجا در کلام خدا نوشته است هیچ تفاوت نداره. فصل 22 حصه دوم، حصه آخر آیت میگه، اما فصل آیت 23 برای ما این قسم میگه، میگه همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. همه گناه کرده اند و از جلال خدا محرومند. مشکل اساسی انسان گناه است و ما گناهکار هستیم. خدا قدوس است و ما نمیتونیم با هم یک جا شویم. تلفون میگیریم باز هم از وطندار عزیز ما، بفرمایین، روی خط است این وطندار. هلو. 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 بفرمایین، بفرمایین، روی خط هستین. خوب هستی آجا؟ بسیار تشکر. شما کی هستین؟ ما؟ بله. سید منصور نادری هستم. ناصری، آقای ناصری، بسیار تشکر از تلفنتان. بفرمایین، سوالی داشتین؟ آجی آقا، حالا شما کی را تشویق میکنین؟ ما همه را تشویق میکنیم، همه را تشویق، همه را تشویق میکنیم که کلام مقدس خدا را بخوانن و به عیسی مسیح ایمان بیارن. یافتر کدام؟ بله؟ بیشتر کدام تشویق میکنیم؟ ما تشویق میکنیم همه را که به عیسی مسیح ایمان بیارن. و ما شما خواهش میکنم آقای ناصری که این برنامه را ببینین، موضوع امروز را خوب گوش بگیرین، ببینین که ما برای چی تشویق میکنیم. بسیار تشکر از تلفنتان. قربان.
تشکر، تشکر وطنداری عزیزم. مشکل اساسی انسان، آقای ناصری، مشکل اساسی انسان گناه است. ما همه انسان ها گناهکار هستیم و از فیض خدا به زیر افتادیم، کم آمدیم. این مشکل اساسی انسان است. اگر ما دینمی فصل بخوانیم از آیت 10 تا آیت تا آیت 17 را برای ما، 18 را برای ما بسیار واضح کلام خدا میگه که اینمی گناه، اینمی مشکل اساسی انسان، اینمی سرطانی که در ما، سرطان روحانی که در ما هست چی است؟ کلام خدا نوشته است، چنان که نوشته شده، چنان که کلام خدا میفرماید، حتی یک نفر نیست که عادل باشه، کسی نیست که عادل باشه، کسی نیست که بفهمد یا جویای خدا باشد. همه آدمیان از خدا رو گردانیده اند. بعضی کسا شاید بگوید که نیم از خدا رو نگردانیدیم. من در نام خدا حتی جان خدا فدا میکنم و دیگارم اگر شوه میکشم. خدا میگه او من هستم، حتما خدای غلطی را عبادت میکنی. خدایی که من هستم خدای محبت، خدای فیض، بله خدای عدالت هم هستم. من مردم جزا هم میتم. و اما به او ترتیبی که شما فکر میکنین نه. همه آدمیان از خدا رو گردانیدن، همگی از راه راست دور شده اند، حتی یک نفر، حتی یک نفر در اینجا نوشته است نیکوکار نیست. گلویشان مثل قبر روباز است، زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرند و از لبهایشان سخنان مهلک مانند زهر مار جاری است. تلفون میگیریم، بازم تلفن بند میشه، تلفن میآید. و اما وطندارای عزیزم، وقتی که تلفن میکنین لطفا روی خط بمانین، ما که تان صحبت میکنیم. من میخوام این آیات رو بخونم. کلام خدا میگه و از لبهایشان سخنان مهلک مانند زهر مار، مانند زهر مار جاری است. دهانشان پر از دشنام های زننده و بدی است و پاهایشان برای خونریزی. پاهایشان برای چی؟ برای خونریزی تندرو است. حالات امروز که ما میبینیم، چهار طرف خود که ما میبینیم که مردم چطور خون ریزی میکنن، قتل عام میکنن، در نام دین و مذهب، در نام فلسفه انسانی، افکار انسانی که وا از پیش خود خداهای جور کردن و از پیش خود چیزهای ساختن، پاهایشان برای خون ریزی تندروست. بسیار دیگه برای ما واضح است و ما درک میکنیم که واقعا کلام خدا این را واضح میکنه که چقدر در مشکل است انسان. نوشته است که و از لبهایشان سخنان مهلک مانند زهر مار جاری است، دهانشان پر از دشنام های زننده و بدی است، پاهایشان برای خونریزی تندرو است و به هر جا که میروند ویرانی و بدبختی، به هر جایی که میرن ویرانی و بدبختی به جا میگذارند و راه صلح و سلامتی، راه صلح و سلامتی را نشناختند. بعضی کسا حتی مذهب خدا نگه که مذهب ما معنایش حتی سلامتی است، در حالی که قتل عام میکنن. چطور امکان داره تو بگی که مذهب ما سلامتی است و اما انسان ها را بکشی؟ چطور امکان داره؟ هیچ امکان نداره ای که ما در مورد ازی باید توجه کنیم، فکر کنیم. به هر جا که میروند ویرانی و بدبختی به جا میگذارند و راه صلح و سلامتی را نشناختند، خدا ترسی به نظرشان نمیرسد. کلام خدا بسیار واضح میکنه که ما جایگاه ما در کجا هست، ما در چقدر مشکل کلان افتادیم، در چقدر مشکل کلان هستیم. تلفون میگیریم از وطندار عزیز ما هادی جان. خداوند برکتتان بده. وطندار عزیزم روی خط هستین، بفرمایین. هلو 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 سلام هادی جان، سلام علیکم. خسته نباشی برادر. شما خسته نباشین، خداوند شما را برکت بده. خدا را شکر میکنم که از شما شنیدم. ما دیر شما تلفن کرده بودین، ما چند بار زنگ زدم و اما میگه که زنگ تیر نمیشه. بسیار کوشش کردم. خسته نباشین برادر. شما خسته نباشین، بفرمایید برادر. شما خیلی خسته نباشین. خدا را شکر میکنم برای شما. برادر حسین، میخواستم یه مریض دارم. بله. بدون علاج دکترها جوابش کردن، زیاد کلیه همه چیز کار افتاده. میخواستم در کلیسا برش دعا کنم. حتما دعا میکنم.
حتما دعا میکنیم و مریضی که دارین مرد است خانم است کی هست شما؟ مرد 23 سالشه 23 سال سن داره جوانه زن داره پسر داره خیلی هم جوانه دکتر همه گی جوابش کرده من فقط به خداوند من ایمان داریم که خداوند شفا میده آمین خداوند جواب بده خدا جواب نمیده شفای خداوند است میم من ایمان دارم آمین آمین برادر عزیزم حتما دعا میکنیم برادر هادی و ما در کلیسای خود هم میگم که برشان دعا بکنه و همچنین از برادرها و خواهرای خود که برنامه را میبینن هر جایی که هستین شما میتونین که با ما یک جای شوین و به حضور خداوند مقدس بر از این مرد 23 ساله که زن و پسر هم داره دعا بکنیم برشان خداوند عزیز نمیم در من عزیز بدایی حسین صحبت نکنم یک لازم منطرت میخوام بله 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 سلام سلام خوارک عزیز من بله میشنم میشنم بفرمایین بله من ایمان دارم خدا را شکر بر ایمان شما خدا را شکر بر ایمان شما هللویا هللویا نفهمیدم خدا را شکر میکنم خدا را شکر میکنم خدا را شکر میکنم برای ایمان شما خواه هللویا آمین آمین برادر هادی هللویا هللویا خدا خداوند خبرهایی را برای بله آوازتان قطع میشه خوارک عزیز من آوازتان قطع میشه متاسفانه درست نمیشنویم اما حتما دعا میکنیم خداوند شما را برکت بده برادر هادی برادر هادی بله بله من نفهمیدم اگر شما لطف کرده بگوین که آوازشان درست نمیامد چی میگفتن بله چی می گفتم که چیزه این بنده خدا مریضه به خاطر مریضیش دعا میخواستم اطمان اطمان اینال دعا میکنیم هادی جان خداوند شما را برکت بده و به جایزه تان من میخوام که دعا بکنم و خواهرها و برادرهای مرم خواهش کردیم که این برنامه را میبینن که همه یک جا شده دعا کنیم درسته؟ بله 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 خانم میخوای با شما اول پرسی کن بله الو سلام سلام خواهر عزیز من سلامت باشی شما خوب هستی خدا را شکر میکنم خواهر من خداوند شما را برکت بده خدا را شکرش خداوند شما را برکت بده خواهر عزیز من خدا را شکر میکنم برای ایمانتان برای بر از اینکه شما در جای حساس و اما در ایمانتان قوی هستین این باعث بسیار تشویق زیاد برای شخص خود ما است و خدا را شکر میکنم برای شما خواهر عزیز من خداوند شما را برکت بده سلامت باشی من شما خواهش میکنم پسر دست مریض دعا کنین حتما دعا میکنین احتیاج به دعای شما مادر دعا کنین که مریض ما شفا بیفا کلن تو پوراش جواب کرده هیچی بدداشم نداره به غیر از اسم خداوند دیگه دیگه هیچی نداره نه پول نه پیسه هیچم یک دانه پیسه را داره چرتم دکتر اونم دکتره جواب کرده دیگه وضعش خیلی خرابه حتما دعا میکنم خداوند دست شما درد نکنم حتما دعا میکنم خواهر عزیز من با کلیسا هم میگم دعا میکنه که دعا کنن برشان خداوند مهربان است مهمترین شفایی که خداوند برای ما داده ایمانی که در عیسی مسیح ما خدا را شکر میکنیم اما خدا عیسی مسیح دیروز امروز فردا همان است او دیروز میتونه شفا بده امروز میتونه شفا بده سبا میتونه شفا بده او خداوندی است که واقعا ما را دوست داره و خدا را شکر میکنیم حتما دعا میکنیم خواهر عزیز شما خواهش میکنم پسرمون با زندان دعا کنین که پسرمون مرزاد شو حتما دعا میکنم داره که دخترش دیگه تیمه که مادن نداره 3 سال 4 سال پدر اسم دیده دعا کنین که پسرمون مرزاد شو از قید زندان حتما دعا میکنیم خواهر عزیز من خداوند
شما را برکت به توجه میکنیم که خداوند کمک بکنه. حتما دعا میکنیم خواهر عزیز من. خدا به شما هم برکت بده. سلام من برسانیم برم پرانه برخاره برادره برام خدا حافظ. خدا حافظتان باشه. حتما دعا میکنیم یک جایی شده. برادر عزیز من لطف کرده روی خط باشین، تلفنتان رو میگیریم. اول یک دعا میکنیم بعد از او. برادر و خواهرای عزیز ما لطفاً که ما یک جایی شوین دعا کنیم برای این مرد 23 ساله و برای خانواده ایشان که خداوند شفا بده. خداوند عزیز تو خداوند شفا دهنده هستی. عیسی مسیح توی وطنداری عزیز ما را لمس کن، جسمش را لمس کن، خدایا تو شفا بتیره. وقتی که دکترها نمیتونه چیزی بکنه خداوند تو میتونی، چون که تو ساختی بدن ما را، هر حصه رگ ما را تو ساختی. خدایا تو میتونی علاج بکنی، تو دکترها هستی خداوند. ای عیسی مسیح به نام مقدس تو دعا میکنیم که تو ایره شفا بتی و همچنین برای خانواده ایشان دعا میکنیم. خدایا تو واره تحمل بتی، واره فیض عطا کن. خدایا ایمانشان قوی داشته باش حتی در مشکلات بدترین. همه خداوند تو راهبر ما هستی، تو ای خداوند دستگیر ما هستی، تو شفا دهنده هستی، تو شفاعت کننده هستی، تو وکیل ما هستی ای خداوند. به نام مقدس عیسی مسیح این خانواده را برکت بتی. همچنین دعا میکنیم برای پسر برادر هادی که در زندان هستن. خدایا تو او را آزاد که. خدایا دعا میکنیم بر زندانبان، برای کسانی که در زندان حکام هستن. خدایا بر ازوا دعا میکنیم که در دل ازوا رحم بنداز و در دل دولت رحم بنداز که برادر ما آزاد شود، بیاید پیش فامیل خود، پیش فرزندای خود بیاید. و اما بالاتر از این چیزا که برادر ما را استفاده کنه حتی در زندان، به نام مقدس خداوند و منجی بشر عیسی مسیح آمین آمین. وطنداران عزیز من بسیار بسیار زیاد تشکر. امیدقه 6 7 8 تلفن شما، بلکه زیادتر 12 13 تلفن متاسفانه نمیتونیم هر تلفن هم جواب بدیم. و وقتی که ما صحبت میکنیم و دعا میکنیم لطف کرده در اون وقت اگر تلفن نکنین و بعد از اون اگر تلفن کنین بسیار خوش میشیم. و اما سر چشم همیشه تلفنتون، ما دوباره زنگ میزنم اگر بتونیم بگیریم. و اما ما در مورد از این صحبت میکردیم که مشکل اساسی انسان گناه است و ما در گناه هستیم و ما با وجود پرگناه خود نمیتونیم که به حضور خدای مقدس بیستیم. و در کلام مقدس خدا بسیار برای ما واضح آمده که اگر ما این کار میکنیم از این که ما گناهکار هستیم، در حقیقت ما خود فریب میتیم. در رساله اول یوحنا فصل اول آیت 8 و آیت 10 بسیار مهم است که ما این را گوش بکنیم. رساله اول یوحنا، انجیل یوحنانی، رساله اول یوحنا فصل 1 آیت 8. در کلام خدا ما میخوانیم در مورد گناه انسان، در مورد ازی سرطان روحانی که ما داریم. اگر بگوییم که بی گناه هستیم خود را فریب میدهیم. هیچ کسی گفته نمیتونه که ما گناهکار نیستیم. کلام خدا میگه که هیچ تفاوتی نیست، همه گناه کردن. بله همه گناه کردن، تمامی انبیا هم گناهکار بودن. کلام خدا تنها در مورد یک شخص، تنها در مورد یک انسان صحبت میکنه که او کاملا بیگناه بوده، او کاملا بیگناه بوده و او به خاطر که بیگناه بوده او وکالت ما را میتونه. چرا که یک کور نمیتونه کور دیگره عبور بکنه از چاه، از دره. باید یک جور باشه که کور را دستش بگیره و او را عبور بکنه. و او جور یگانه کسی که بیگناه هست عیسی مسیح. کلام خدا در موردش میگه که در او گناه نبود، او گناه نکرد، او گناه را ندانست. پس تنها او میتونه که وکیل ما باشه. در غیر از او تمامی انسان ها گناهکار هستند. مشکل ما ایست که ما گناهکار هستیم. اگر بگوییم، آیت 8 فصل 1 رساله اول یوحنا، اگر بگوییم که بیگناه هستیم خود را فریب میدهیم و از حقیقت دور هستیم. آیت 10 میگه اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناه نشده ایم، هرگز مرتکب. بعضی کسا میگه من بسیار آدم خوب هستم، من نذر و خیرات میتونم، این کار را میکنم، فلانی میکنم و من هیچ گناه ندارم.
کلام خدا برای ما میگه که ما در این صورت حتی خدا را کوشش میکنیم که فریب بدیم. اگر بگوییم که هرگز مرتکب گناهی نشده ایم، خدا را دروغگو میشمریم، خدا را دروغگو شمرده ایم و از کلام او کاملا بیخبر هستیم، چرا که کلام خدا برای ما میگه همه گناه کردند. و اگر ما میگیم که ما بیگناه هستیم، پس ما خدا را میگیم که تو دروغ گفتی. کسی که گناهکار نیست، کسی که در او گناه نیست، ذاتی که تنها مقدس هست، خود خداست. و در عیسی مسیح ما خدای مجسم شده را میبینیم. خدا جسم میگرده، به شکل انسان در میان ما میآید که او ما را نجات بده. نتیجه گناه چیست؟ ما ای را خواندیم که ما همه گناهکار هستیم، ما از جلال خدا محروم هستیم. اگر ما میگیم که ما گناه نکردیم، نه تنها خود فریب میدیم، بلکه اگر ما میگیم که ما مرتکب هیچ گناه نشدیم، ما خدا را دروغگو شمرده ایم که این خودش در ذات خود گناه هست. این خودش گناه است. نتیجه گناه چیست؟ نتیجه گناه برای انسان ایست. کلام خدا در حصه اول آیت 23 فصل 6 رساله رومیان میگه زیرا مزد گناه مرگ است. این نتیجه گناه است. مزد گناه مرگ است. اگر شما در یک باغ کار میکنین، بالای درخت سیب کار میکنین، ثمر کار شما، مزد شما سیب میآید. و اگر شما جای کار میکنین برای روزی، برای شما پول داده میشه، او مزد کار شماست. و اما چون ما گناهکار هستیم، ما گناه میکنیم، ما هم کمایی میکنیم برای روح خود و او کمایی متاسفانه که ما گناهکار هستیم و او کمایی برای ما مرگ میته. ما زندگی را کمایی نمیکنیم با گناه خود، ما مرگ کمایی میکنیم. مزد گناه مرگ است. مشکل انسان گناه است، مزد گناه مرگ است. پس امید ما در اینجا چیست؟ امید ما که ما از گناه نجات بیافیم چیست؟ ایرا کلام مقدس خدا در انجیل مقدس یوحنا، بلکه در تمامی اناجیل، در هر چهار انجیل این خبر خوش برای ما میته. انجیل، معنای انجیل، اوانگلیون از لسان یونانی گرفته شده، انجیل به معنای خبر خوش است. و خبر خوش کلام خدا برای ما این قسم است. خدا به خاطر از این که ما را از گناه ما نجات بده، به خاطر که از این فساد ما را نجات بده، از این مشکل ما را نجات بده، او بره خدا رایی کرد تا که او به خاطر ما فدا شود. ما در فصل اول انجیل مقدس یوحنا در آیت 29 می خوانیم روز بعد وقتی یحیی عیسی را دید که به طرف او می آید، گفت به شاگردای خود، یحیی تعمید دهنده پیش از پیش آمد و او شاگردا داشت، او بر شاگردای خود گفت. عموما اگر شما شاگرد دارین و دیگه کسا هم شاگرد داره، شما کوشش میکنین که شاگردای خود پیش خود بگذارین، شما کوشش میکنین که شاگردای خود طرف خود تشویق کنین. اما یوحنا اینجا شاگردای خود طرف کس دیگه تشویق میکنه. چی میگه؟ ببینید این است آن بره خدا، آن بره خدا که گناه جهان را برمی‌دارد. مشکل انسان چیست؟ گناست. گناست. مزد گناه چیست؟ موت است. حل گناه چیست؟ حل گناه است که ما به عیسی مسیح روی بیاریم. کلام خدا اما قسمی که یحیای تعمیدگر میگه که ببینید این همان کسی است که در موردش گفته بودم، این است آن بره خدا، این است آن بره خدا که گناه شما را، گناه جهان را برمی‌دارد. عیسی مسیح کسی است که گناه های شما را او برمی‌دارد. تلفن می‌گیریم از فاطمه جان، از ایران تلفن کردن. خواهر فاطمه روی خط هستین، بسیار تشکر از تلفنتان، خداوند شما را برکت بده. بفرمایین. هلو، سلام خواهر عزیزم. میخواستم با این برادر کسی که ما آسانی میخواستم صحبت کنم. با کدام کشیش؟ الو بفرمایین. الو تو تلویزیونه. بله بفرمایین. بله بفرمایین. من هستم، حسین هستم. بفرمایین خواهرم، چی میخواستین؟ چی سوال داشتین؟ سلام، لطف
کنی یه دعا برام بکنی. من یه خود کساله داره اصابان من خوده میخواد اصابان مثل بکنی کساله اصابانی که من برطرف بشه. حتما دعا میکنیم خواهر فاطمه، حتما برتان دعا میکنیم، خداوند شما را برکت بده. من اینمال دعا میکنم برتان و از دیگاه هم خواهش میکنم، از مؤمنین خواهش میکنم که برتان دعا بکنه. بسیار تشکر از تلفونتان. بله دعا میکنیم برای زی خواهر برادر و خواهرای عزیز ما در عیسی مسیح. لطفا یک جا شویم بایی برای زی خواهر عزیز ما دعا کنیم. خداوند عزیز تو را شکر میکنیم برای امروز، شکر میکنیم به خاطر از این که تو ای خداوند برای ما لطف میکنی و این موقع را میتی که دعا کنیم برای مردم. دعا میکنیم برای خواهر فاطمه که مشکل دارن و خداوند عزیز دعا میکنیم که تو مشکل کشا هستی، تو لمس کنی خواهر عزیز ما. هر مشکلی که داره پیش روی تو میاریم ای خدا. و اما بالاتر از هر چیز بگذار که خواهر فاطمه اول پادشاهی تو، رضای تو، ملکوت تو را بطلبه. به نام مقدس خداوند و منجی بشر ای خواهر ما را لمس کن و مشکل کشایش باش. آمین آمین. شکر میکنیم خواهر جان برای شما، حتما دعا میکنیم و ما در اینجا نوت کردیم که برای شما در کلیسیا هم دعا بکنیم، بعدا هم دعا بکنیم. از برادر محمد تلفن میگیریم. برادر محمد مانده نباشی، وطندار عزیزم روی خط هستی، بفرمایین. السلام علیکم. سلام علیکم وطندار، بفرمایین. بخیر هستی شما؟ خوب؟ خدا را شکر، خدا را شکر. بفرمایین وطندار عزیزم. محمد نعیم هستم. من یک کمی مشکل داشتم. بله نعیم جان بفرمایین. دنباره عیسی مسیح میخواستین اکنی معلومات دراز کنید. چی معلومات میخواستین وطندار عزیزم که ما بتانیم برتان بگوییم از کلام خدا؟ معلومات بیشتر میخواستم که اتمن ما در مورد عیسی مسیح برنامه در مورد عیسی مسیح است، در مورد از این که ما اطلاع میتیم برای مردم از کلام خدای پیام میتیم نعیم جان که عیسی مسیح یگانه راه حل انسان است، یگانه راهی است که ما را میتونه که از گناه ما نجات بده، از مشکل روحانی ما را نجات بده و ما را در زندگی ابدی سوق بده. نعیم جان شما اگر کدام سوال در این مورد دارین شما لطف کنین و ما میخواییم جواب بتیم، و اگر شما میخواییم بعد از برنامه کتی ما صحبت کنین و هم سر چشم. باشه باشه ما صحبت میکنم امروز. بسیار تشکر. شماره ما همیشه در روی پرده تلویزیون میدقه است. شماره ما از 901-313-44-51 و اطمان کتان صحبت میکنیم در این مورد برادر عزیز ما. خب کلام خدا در اینجا چی میگه؟ حل مشکل چیست؟ امید انسان پس چیست؟ اگر ما همه گناهکار هستیم، اگر ما بگویم که گناهکار نیستیم، ما نه تنها خود فریب میتیم و میگیم، اگر ما میگیم که ما مرتکب گناه نشدیم، ما حتی خدا را دروغگوی میسازیم که خودش گناه عظیم است. پس حل موضوع چیست؟ حل موضوع ایست که خداوند امید برای انسان میته. خداوند خبر خوش برای ما میته در مورد بره خدا. عیسی مسیح خالق و مالک جهان به صورت انسان میآید. او به صورت بره خدا میآید که او کفاره گناهان ما را بپردازد. یحیای تعمیدگر از همین خاطر میگه، او شاگردای خود حتی تشویق میگه، میگه که نه از پشت ما دیگه، نه این اونه، کسی که ما در موردش صحبت کردیم آمده ایست بره خدا. میگه که ایست، ببینید این آسان بره خدا که گناه جهان را برمیدارد، گناه جهان را برمیدارد. متوجه باشیم که اشیای نبی بسیار واضح در این مورد صحبت کرده. 700 سال پیش از آمد خداوند عیسی مسیح در فصل 53 کتاب اشیای نبی اگر ما میخوانیم، در اوجا ما میتونیم که در مورد از این خوب واضح تر بخوانیم. اما چی کسی
این حقیقت را باور می کند و چه کس خداوند این حقیقت را آشکار ساخته است. خداوند مقدر کرده بود که بنده اش مانند نهال در زمین خشک بروید و ریشه بدواند. او از جمال و زیبایی بهره ای نداشت که توجه ما را به خود جلب کند. متوجه باشیم که به این معناست که عیسی مسیح آمد و او زده و کوبیده شد. بله، جمال در او ندیدیم و مشتاق او باشیم، هیچ جمالی نبود. پیش مردم خوار بود و او را رد کردن. کلام خدا میگه که عیسی مسیح آمد و اما ما او را رد کردیم. پیش مردم خوار بود و او را رد کردن، اما او همه رنج و درد را متحمل شد. هیچ کسی نمیخواست بروی او نگاه کند. همه او را تحقیر میکرد و ارزشی برایش قائل نبود. او غمهای ما را به دوش خود گرفت. او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردها ما را بر دوش خود حمل نمود. ولی ما فکر کردیم درد و رنج او جزایی است از جانب خدا بر او نازل شده است. او در حقیقت به خاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهای او ما شفا یافتیم. ما همه مثل گوسفندان سرگردان گمراه شده و به راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه ما را به گردن او نهاد. ایست بره خدا که آمد به خاطر نجات ما انسان ها. ایست امید انسان که خدا حل میکنه موضوع اساسی انسان که گناه است، او را حل میکنه. همه گناه کردند و جلال خدا محروم هستند. مزد گناه مرگ است. اگر ما میگیم که گناهکار نیستیم، ما خود فریب میتیم. اگر ما میگیم که ما هیچ گناهی را مرتکب نشدیم، ما خدا را دروغگو شمار میکنیم. و اما خداوند برای ما حل ساخته، خداوند امید برای ما آماده کرده، بره خدا آمده. او به خاطر گناهان ما کفاره میشه و او گناهان ما را بالای خود میگیره. ایجا کلام خدا چی میگه؟ در فصل سیوم رساله رومیان، ایر از زیادتر کلام خدا برای ما واضح میکنه. چی میگه؟ درست است که مزد گناه مرگ است، بله، و اما فیض خدا چیست؟ ایر کلام خدا برای ما میگه مزد گناه مرگ است. همه گناه کردند، هیچ فرقی نداره، تمام انسان ها از جلال خدا کم آمدند، اما با فیض خدا همه به وساطت عیسی مسیح که خونبهای آزادی آنهاست به طور رایگان عادل شمرده می شوند. به طور رایگان اگر ما به او ایمان میاریم، خداوند ما را عادل می شماره. فقط ما به او روی بیاریم. سری ازی صحبت میکنیم، تلفن میگیریم از خواهر ساره از آلن تلفن کردن. خواهر عزیز من، مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. هلو، خواهر ساره مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. سلام علیکم. من تلویزیون شما را دفعه اول است که میبینم که من ببینم شما افغان هستین و اگر درست بفهم از نجات هزار هستین. بله بله، من فکر میکنم که بله درست است. من فکر میکنم که شما به دنیا آمدین، درست است؟ ما به دنیا چطور آمدیم؟ یعنی که وقتی که تولدشون از پدر مادر مسلمان بودن. بله بله، تمامی افغانهایی که در این برنامه می آین، البته من تنها کسی هستم که در این برنامه هزاره هستم، دیگایشان تماما پشتون و تاجیک هستن. در این که می آین تمامی ما مسلمان بودیم و اما به عیسی مسیح ایمان آوردیم. بله بفرمایید، درست گفتین. به عیسی مسیح داریم، البته که پیغمبر، ولی من خواستم به شما یک مشوره بتم. بفرمایید. افغان یک افغان که شما میخوام خودتان پیش ریزن چیشین ایختان در بارین تلویزیون ولایت از شما تماشا کنه. وقتی که کاملا در باره اسلام وقت پیش تلویزیون بشینن در تان بشن مشوری. خواهر ساره، من شما یک سوال دارم. من در مورد اسلام در اینجا صحبت نمی کنم، من در مورد کتاب مقدس، در مورد مسیحیت صحبت می کنم و من شما را تشویق می کنم. همه قسمی که شما مرا تشویق کردین، من
شما را تشویق میکنیم یک بار کتاب مقدس خدا را بخونین و بعد از او سوال بکنین. چرا؟ قرآن ما کامل ترین مقدس است. انجیل جزوی از قرآن است. وقتی است که قرآن جزوی از انجیل باشه. خواهش میکنم. اول انجیل آمده یا اول قرآن آمده؟ این را متوجه باشین. سارا جان، خواهر ما، از شما سوال دارم، اول انجیل آمده یا اول قرآن آمده؟ انجیل آمده. پس ما با چیزی که اول آمده و در اوجه و بسیار برای ما واضح کده خواهر سارا که بعد از این دیگه چیزی نمی آید. انجیل حضرت نوح آمده و حضرت ابراهیم آمده بود. بله، هم کتاب در کتاب تورات است، ما به او ایمان داریم، صد ایمان داریم و تمامش اهم کتاب مقدس است، زم کتاب مقدس و ما به او ایمان داریم. و اما وقتی که عیسی مسیح آمد، او گفت ما اول و ما آخر، ما ابتدا و ما انتها، ما الف و ما یا هستم، بعد از او کسی دیگر نیست، بعد از او هیچ مکاشفه دیگه نیست و ما به مکاشفه که کامل است ایمان داریم. اگر به شما درست است که بعد از سلام چرا امکان داره که مختلف می باشه؟ چرا یک کتاب مخصوص انجیل نیست؟ انجیل اشتکا داره، انجیل خواهر عزیز من من برتان یک چیز من برتان میگم گوش کو خواهر من مجبور هستم شما را قطع کنم به خاطر از اینکه شما در کوچه حسن چپ میرین، متاسفانه که درست نیست. اینه من براتون بسیار واضح میکنم، کلام خدا، انجیل مقدس خدا یک انجیل است، ده انجیل نیست. بله ما چهار انجیل اینجا داریم و اما هر چهار از این یک پایه، یک بنیاد داره و اوست عیسی مسیح و فیض عیسی مسیح برای شما، محبت عیسی مسیح خواهر ساره برای شما. شما گفتین که چرا یک انجیل نیست؟ چرا انجیل برای اشتکاست، برای طفلاست؟ به خاطر از اینکه طفلا اما قسمی که شما گوشت خورده میتونین با دندانهای خدا را شکر مضبوط و محکمتان، یک نلغه و یا یک طفل نوزاد نمیتونه که اونمو گوشت بخوره، او باید شیر را بخوره. پس انجیل طفلایی که شما فکر میکنین برای بچه ها که شما میگین، این اونمو آیات کلام مقدس خدا را به زبان ساده تر و داستانی داده که وا درک بکنه و اما در او هیچ تحریف و یا حرف گذاری نشده. خواهر عزیزم، من شما خواهش میکنم که یک بار لطف کده انجیل شریف بخوانین، بعد از او قضاوت بکنین. در کلام خدا بسیار واضح آمده، عیسی مسیح میگه من اول و آخر هستم. اول آخر یعنی بعد از او کسی دیگه نیست، من ابتدا و انتها هستم، بس خلاص شد دیگه. من الف و یا هستم، بی من هیچ کتاب مفهوم نداره، هیچ الف، هیچ بی، هیچ ت، هیچ س، هیچ جیم، هیچ چ، هیچ خ، هیچ دال، هیچ زال، هیچ ر، هیچ ز، هیچ عین، غین، ف، قاف، هیچ کدامش مفهوم نداره. از الف تا یا من هستم، بدون من هیچ چیز مفهوم نداره، بدون من نجات هرگز وجود نداره. من عذر میکنم پیشتان خواهر عزیز من. بسیار تشکر از اینکه تلفن کردین و جویای از ایشون. من تشویق میکنم شما رو این برنامه را حتما ببینین و شما گفتین که من هزاره هستم و من از این قسم تلفن ها روزانه بسیار زیاد میگیرم که حتی من هزاره گفته دو میزنن. در ابتدا وقتی که به این برنامه شروع شده بود 13 سال پیش، مرا هزاره گفتن دو میزنه که تمامی هزاره اینی تو هست، از این خاطر تو کافر شدی، از این خاطر تو مسیحی شدی، چون هزارگی ها اینمی تو هستن و غیره و غیره. در حالی که شما شاید از این باشین، اگه این برنامه را ببینین تکرار و ما شما را تشویق میکنم در یوتیوب ما برین، youtube.com/afghantv، در اوجه برین ببینین که برادرها و خوارای پشتون ما میان از کلام خدا بخش میکنن و خداوند خدای تنها هزاره ها نیست، خداوند خدای پشتون هاست، خداوند خدای تاجیک هاست، خداوند خدای پارس هاست، خداوند خدای کرد هاست، خداوند خدای عرب هاست، خداوند خدای آمریکایی هاست، خداوند خدای روس هاست، خداوند خدای چینی هاست، خداوند خدای همه است. خدا تمام دوست داره. خواهش میکنم این مسئله بسیار طفلانه را خواهش میکنم دیگه نه اینکه هزار هستی، تو هزار هستی. و یا بسیار وقتا ما تلفن میگیریم که مرا فحش میگن او هزار بینی پچاق.
خدا را شکر میکنم برای بینی پوچق خود و خدا را شکر میکنم که او مرا استفاده میکنه تا که انجیلش برای شما خواهر عزیز من برسانم. و یا بسیاری وقتا بسیار توهین‌آمیز تلفن‌ها میگیرم و اما خداوند زندگی ما را تغییر داده است. من هیچ قار نمیشم در این مورد و خدا را شکر می کنم. برای ما دعا میکنم. فرق بین ایمان ما که در عیسی مسیح است، امید که عیسی مسیح داده، و بین از او کسایی که مرا دو میزنن و کثافات میگن ایست که با وجود از اینکه وا کتم دشمنی میکنن، عیسی مسیح برای ما چی میگه؟ میگه چون ما تو را نجات دادیم ای حسین اندریاس، تو دیگه مثل از او شخص قدیم بودی نیستی، آل فیض خودم از طریق تو میخوایم جاری بکنم. ای حسین اندریاس، آل تو دشمنای ته حتی دوست داشته باش، کسایی که تو را آزار میتن، شکنجه میتن، تهمت ناحق میکنن، به تو زشت میگن، به تو فحش میرسانن، برای زوا دعا بکو و من این کار را میکنم. فرق بین مسیحیت و دیگه ادیان نمیست که در دیگه ادیان دیدین که گردن میبرن و میکشن در نام خدا. کلام خدا میگه قتل مکن، کلام خدا میگه حتی دشمنایت دوست داشته باش. فصل 5 انجیل یوحنا آیه 43 44 45 46 47 48 بخونین، در اوج کلام خدا بسیار واضح میکنه که حتی دشمنایتان دوست داشته باش. از همین خاطر موضوع ما امروز اینمی بوده که مشکل انسان گناه است. ما چون در گناه هستیم، کور هستیم، نمیبینیم. عیسی مسیح گفت من نور دنیا هستم، کسی که از پشت من بیاید در تاریکی جغل نمیکنه، در تاریکی نمیگرده، بلکه نور زندگی رو می داشته باشه. و او برای خداست که به خاطر گناهان ما کفاره شد. سارا جان، خواهر عزیزم، امید انسان است. و رساله رومیان فصل 3 آیه 24 مقسمی که خوانیم میگه، کلام خدا میگه که اما با فیض خدا که همه به وساطت عیسی مسیح که خون بهای آزادی آنهاست به طور رایگان عادل شمرده میشن. به عیسی مسیح نه، تنها با عیسی مسیح. یک فیلم دیدیم به نام Nights and Days همین قسم یک فیلم بود. در او همین هیروی فیلم که تام کروز باشه، دختر است که دختر فیلم میخواهد که کمک کنه که به او کدام آسیبی نرسه، و او دختر میگه که نه، من از تو میخوایم دور باشم، از تو میخوایم دور باشم. و تام کروز در اینجا میفهمین چی میگه؟ میگه with me here without me here with me here without me here with me here without me here. با عیسی مسیح از قدرت تام کروز کلم کلانتر ایجا هستین، در آسمان خدا میرسین، بدون عیسی مسیح پایین و از بین میرین. کلام خدایی رو بسیار واضح میکنه. به عیسی مسیح ایمان بیارین. متاسفانه درس ما امروز خلاص نشد و اما وقت برنامه خلاص شد. وطندارای عزیز ما چند تلفن کردن، این ما براتون بگویم واضح در ایجا که بیش از 25 تلفن گرفتیم اما متاسفانه نتونستیم با شما صحبت کنیم. خواهش میکنم بعد از برنامه زنگ بزنین، ما کتان میخوایم صحبت بکنم. فیض خداوند عیسی مسیح کت شما باشه. خدا شما را دوست داره و خدا میخواهد که شما به او برگردین. برکات این بالای شما. آمین. تنها هادیم توی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم توی